این دقیقا همون تفاوت ویدیوهای سم اینستاگرام توی عید و قبل عیده. این چه وضعشه؟ سلام علیکم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید، به ویدیو سم، به ویدیو کثافت مرض، بدون معطلی و بدون مقدمه میخوام برم سراغ موضوع این ویدیو. چی هستن موضوع این ویدیو؟ از این قراره که میخوایم بریم ببینیم توی ایام عید توی اینستاگرام چه خبره، در حالتهای عادی که میدیدیم که چه خبر بود، ولی الان میخوایم بریم ببینیم تو عید تو اینستاگرام حال و هواش چجوریه، چه خبر هستن. بریم معطلی مقدمه میریم سراغ ویدیو. ولی قبلش یادتون نره بچه ها ویدیو رو حتما لایک بکنید، خیلی بهم کمک میکنه، خیلی بهم انرژی میده. اول ویدیو، وسط ویدیو و آخر ویدیو لایکتون رو چک بکنید که لایکتون نپریده باشه، و اگه پرید دوباره لایک بکنید. دورتون بگردم، عاشق تک تکتونم. اون دکمه سابسکرایب هم اگر نزدید اون دکمه سابسکرایب هم بزنید که خانوادم داره روز به روز بزرگتر و بزرگتر میشه. اون زنگوله شفا فعال بکنید، روی آل بذارید که هر موقع ویدیو گذاشتم ویدیو سم گذاشتم یوتیوب بیاد تو خبر بده که نیما تکیدو ویدیو گذاشته و بیا سم ما رو ببینی. به نظر من تفاوتی باید باشه بین ویدیوهایی که درون عید درست میشه و ویدیوهایی که قبل عید درست میشه توی اینستاگرام. البته سماشون باید متفاوت باشه قطعا. بریم با هم تفاوتشون رو ببینیم و ببینیم چقدر سمه، حد سمش بالاتر پایینتره چجوری. اولین ویدیو، داماد این دوتا دختر خاله رو با هم دوست داشت و گفت یا هر دو یا هیچ کدوم، گویا همه هم راضی هستن. داری گوه میخوری دیگه، گوه که نمیخوری، دوتا عروس بغل کردی، به چی میگی؟ آبنفاد دامادا چه پر رو وقی شدن. داماده گفته یا جفتتونو با هم یا هیچ کدومتونو. بعد اون دوتا دختر چقدر بدبخت بودن که اومدن. ببخشید من دارم اینجوری میگم، این واقعیته. من جای دختره بودم میگفتم برو در تو بذارت مثلا ته نگیری بابا. تا دوتا دختر خاله دست همون گرفتن خدا آجی با هم عروس میشیم، وای تیرستم آبرو. دیدیم حالا مثلا یه نفر چند تا زن ممکنه داشته باشه، ولی اینکه دیگه بیاد بگه یا جفتتونو یا هیچ کدومتونو دیگه خیلی زایه است. اولین ویدیو اینجوری شروع شده یا اولفست. به استایل و تیپتون از 0 تا 10 چند میدین؟ قطعا 10 میدم به عنوان طراح لباس به خودم. شما طراح لباس؟ من ریدم تو طراح لباسایی که اینجوریه، من ریدم تو مد. ما تو ویدیو قبلی که گرفتیم من همونجا ریدم تو مد. آخه کفش و جورابت به مانتوت نمیخوره، مانتوت به کیف ورزشیت نمیخوره، روسریت به استایلت نمیخوره، رنگ پوستت به موت نمیخوره. من اینکه گاو از مدل و مدلینگ و این در سر در نمیارم، میدونم که تو رو گاو طراحی کرده، یه گاو نر حامله. چی میگی؟ میشه برسم چقدر هزینه شده کلا؟ بله چرا که نه، کفشم از برند دورسه چرم ایرانیه که 3 تومن حدودا خرید کردم. ادیتوری یه دقیقه کفششو زوم کن. این کفش مال عهد قاجارم نی، اصلا این تا به حال همچین طرحی زده نشده. تو چجوری اصلا همچین چیزی رو پاد کردی؟ اصلا کفش معلوم نی کلاسیک اسپورت ورزشی از چه گویی داره میخوره، این 3 میلیون هم پول این کفش. مینی اسکارف هم از دیزاین خودمه که حدودن قیمتش 200,000 تومان شد. کیفم هم برندش سارا. چه کیفیه؟ ما با این کیف میریم ورزش، شورتمون رو توش میذاریم. البته اینم میشه گفت یه جور مده، منتها مد افلیجی، یه حالتی که هیچی به هیچی نمیخوره. خیلی استعداد میخواد هیچی به هیچی نخوره. شما به صورت رندوم برید چشتو ببندی، بری توی مغازه توی یه شلفیش 3 تا چیز ورداری، قطعا اون 3 تا چیز یه چیزیشون به هم میخوره. این هیچیش به هم اصلا خیلی عجیبه. بازم اومدم کلینیک سادر، اومدم که این دکتره بچه اگه نمیدونین دکتره یکم حالت کمبود کافورتور داره تو خودش، حالت حبشی چیزی داره. من از دکتر خودم دل نمیکنم، همچنان میام و کار زیبایی ما اینجا انجام میدم. یه سوالی، من همین الان ویدیو که تموم شد، دکتر عزیز تو دست چپت کجاست؟ من هی میگم به این چیزا دقت نکنم، بعد زنه چرا اینجوری وایستاده؟ بچه کسی نمیدونه هر خانمی که میاد ایشون پیشش یه دور میماله بعد عملش میکنه. دیگه خیلی واضح و مبرهن باید بگم دکتر خیلی خفنی ها، کلی مدرک داره، از بازیگرا میان پیشش، ولی خب میماله دیگه، دست بیقرار داره، مغز بیقرار داره. من خواستم برم دکتر شما، اینا دکتر نیستن، اینا فوش نمیدم، من فوش نمیدم. آخه سارا چونا؟ کی گفته لاغر کردن سخته؟ من 2-3 تا لاغر کردم. منم که لاغر بفرست برای لاغر. بیا دیره، بیا دیره.
من در آن واحد اومدم برینم به اون پسره، در آن واحد دختره رید بهم. چی شد؟ لاغر کردن سخت نیست؟ تو 3-4 بار لاغر کردی، بعد دخترم با اشتیاق میاد میگه من دهه 60 و حالا 70 و نیوه های 80 میشه گفت پسره دنبال دختره بوده و دختره پا نمیداده. الان کاملا برعکس شده، الان پسره میخواد پا بده، دختره بیشتر میخواد پا رو بده، میگه منم که لاغر، بیا برو دیره. چی دیره عزیز من؟ استغفر الله. درسته میگن بهار فصل جفتگیریه، ولی دیگه نه دیگه، انقدر دیگه خودتو مشتاق نشون نده، یه خورده ببند. ببخشید من انقدر یه سه چهار اولیه دوتا، الان این چهار تا، بعدیش احتمالا هفتش تو. بابا نکنید این کارا رو، مردم روی یکیش زاییدن، الان یکیشو سر یه ماه طلاق میدن، تو چهار تا گرفتی؟ بابا ماشالله با اون کمه یکیش به ما نرسیده، چهار تا چهار تا بر، بعد اون چهار تا چقدر خوشحالن. بابا آقای داماد تو رو خدا یکم بگیر جلو خودتو، بده دکتر ببنده. این طوری کبیر بود؟ یا خدا، من یه لحظه یه تیکه رو ببینم. بچه ها پلاک ایرانه، پلاک ایران الان تار کرده، ولی 86 رو میبینین؟ 86 میبینین؟ خدای طوری کبیر رو از ما نگیر، قبل از اینکه بمیرم یه طوری کبیر برم. عجب چیزی بود، به اصلا میخوام نگم، تا الان به قرآن خیلی جلو خودم میگه، عجب چیزی بود. آه خب منم میخوام، من مگه آدم نیستم؟ من چرا نه، نه من چرا نه. اصلا حالم خوب نی، نباید نمیدیدم، واقعا نباید نمیدیدم. سلام بچه ها، آقا چی بهتر از این که شما ساعت کادو بدین یا کادو بگیرین؟ اومدم براتون واچ مایسترو رو بهتون معرفی کنم. شما اینجوری ساعت معرفی میکنین؟ بچه اومدم ساعت معرفی کنم بهتون. بهترین کادو ساعته، شما پول بده یه ساعت میگیری، یک ساعت در خار مادر تبلیغ رو گرفتی، یه لاویه در کردی، کسی به ساعت توجه نمیکنه. الان باور کن زیر کامنت یو میذارن یه ساعت چند، دو ساعت چند. من میدونم نه، الان خب چه طرز تبلیغه، با مدیریت ایرانی سوئدی خودش داره اینجوری میکنه، ایرانی سوئدی، منتها این اینجوری نه، اینجوریه. پاتک فیلیپ که من عاشقشم، برای آقایون 10 میلیارد، ای پی برای خانوما 6 میلیارد. اگه ساعت های قیمت مناسب تر میخواین ولی برند، بیا تا بهت نشون بدم. نه شما نرو، شما نه. اوه برو توی سایت های داستاندار، خیلی درآمدش بیشتر از تبلیغه. هزار ماشاءالله این تبلیغی عزیزم، اصلا کسی تبلیغ توجه نمیکنه، همه اومدن خود توی دقیقه ببینن برن. 10 میلیارد دادم پول ساعت بده که ساعت رو بهت اعلام کنه. خب من ریدم تو اون ساعت، اون ساعتی که 10 میلیارده باید صبح پاشه بره نون بگیره. اون ویدیو قبلی بود، من گفتم تو کبیر عجب چیزیه، این عجب قراره که فردا هم دیگه رو ببینیم، چون جلوی سرم خالی بوده، اومدم برای موهامو اکستشن بکنن، پیستی کمندی از من بسازن، ولی اگر از من خوشش نیاد تمثیل شما. وای چقدر خوشگل شدم، دقیقا همون گیسو کمندی که میخواستم. وای دورت بگردم مادر من، گیسو کمند تو جای مادر بزرگ منی، با یه پسر 30 ساله شوگرمامی باشه؟ آره قایی شوگرمامی باشی که اصلا لازم نیه خوشگل کنی، اصلا شوگرمامی برای دیگه اساسا، ولی حالا خودت خواستی به خودت برسی، با هم به نظرم که شوگرمامی برجسته و چیزی هستی، منظم مرتب و این تمیز نمیزه. به پای هم پیر شین، تو که پیر، یعنی به پای هم برید دیگه، برید جلو انشالله که به این اشخاص بعد چی گفت، چه دعایی باید کرد، به پای هم پاتونو مثلا برید تر خونه زندگیتون دیگه. والا خیلی استرس دارم، البته اصلا خودش خیلی خوشگله، میخواد عروس خانم رو ببینم، خیلی بهتر شده. وای این دو با
واکنشت بود آقای داماد؟ اصلاً هم برنامه‌ریزی نشده بود. ویدیو رو قطعاً 43 بار گرفته شده. چرا؟ چون هم نور از دست رفته، نوری وجود نداره، معلومه از زور گرفتن الان عصر شده. جزئیات رو می‌بینید چقدر دقت می‌کنه. دیدم تو اون واکنشی که نشون من جای عروس بودم، من الان ترک عقد می‌کردم. ایشون مربیشون محمد رضا گلزار بوده. توی عروسیش بود محمد رضا گلزار. چه نقش قشنگی ایفا کرده بود. داشت با لوستر ازدواج می‌کرد، بالا رو نگاه می‌کرد. مربی ایشون محمد رضا گلزار بوده. وای. رو یکم تابع اصلا ویدیو نگیرین تو اینجور مواقع. از دل ساقدوش های عروس خانم هستن. به به، بهتون قول میدم که داماد همین امشب شب عروسیشه، یعنی دیده که واو چیزایی رو از دست داده. خب نکنی از نمه ساقدوشی، این آدم یه لباس بپوش بیا ساقدوش شو. ماشاءالله اینطور قیافه ها رو خواهشن سانسور کن. من فکر میکنم باید سانسور شه قطعا. چقدر عروسی زیاد شده. میگم دیگه بهار فصل جفتگیریه همینه. الان مردم کلن حالشون خرابه، میگن تو فصل بهار بچهاتونو دم باغ وحش و اینا نبرین. چرا؟ چون خودتون میدونید چرا. وقتی 18 سال شدی میگه 18 سالم شده. ماشاءالله بساط و مزه و مشروب. مزه 18 سالگی خودش شده، تولد نگرفتم. من تولد زیاد نمیگیرم، مثلا اهل تولد نیستم، ولی ما همه سن داریم تو چنلمون. تا حالا همچی تولدی کسی واسه تون گرفته یا نه؟ دقیقه ویدیو رو بذارین آره یا نه. سلام رفیق. سلام عزیزم، بیا با من آشنا شو. میگه مامان مامان بیا. خب میگه 4 ساله با مامان خوشگلم جاری هستم. خب بعد به طور اتفاقی با هم بچه دار شو. حاجی نه، من فکر میکنم این داستانی بود. بایستا بایستا بایستا. میگه من 4 ساله با مامانم جاری هستم. جاری یعنی چی؟ جاری 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 جاری. خب بعد با مامانت هم حامله، یعنی تو الان هم زنموی هم خواهر زنموتی. بچه یاتاقان زدن یه لحظه، نمیم صدای درون نماش شنیدین یا نه، یه لحظه یاتاقان زدن. هشمام تو الان خودت زنموتی. چقدر باحال. من نسبت خانوادگی خیلی دیر میفهمم، ولی بفهمم تا تش میرم. ببین تو الان علمه ببرین که زنموتی، اصلا جمله هم اشتباه لحاظ ادبی، یعنی الان فردوسی تشنج داره میکنه، ولی واقعیت ببین تو الان زنموتی و بچت میشه نوه مامانت و مامانت میشه علاوه بر اینکه مامان بزرگه بچته، میشه زنموی بچت. واو. بعد تو میشی خواهر بچه مامانت، تو میشی زنموی بچه مامان بابا. یکم جلو خودتونو بگیرین تو رو قرآن، یکم بکشید بالا توف کنید. چه کاریه اصلا؟ نسبتهای خانوادگی رو ریدی توش، یعنی یه نسبت خانوادگی ساختی اینجوری. این شسته هم باید بره تو دستم نمیرسه، تواناییش نه، ولی ریدی توش. بقیه قفص کردن رو این ثبت احوال. الان به تو شما گیر نمیده که اسم بابات عموش باشه، بعد اسم تو که مامانشی زن عموت باشه. این چه وضعشه؟ تو چی میگی بابا؟ ببخشی اصلا من چرا باید بهت دخترمون رو بدنی؟ اوکی این چوسیه هست. چالش های چوسیه. داستانش اینجوریه که الان مثلا یه خانواده ای میان به این پسره میگن ما چرا باید دخترمون رو بهت بدیم که دخترمون بیاد بهت بد. خب الان دلیلش الان توی ویدیو توضیح میده. با کنش صادقانه من عزیزم، خیلی هیکل سکسی داری، خیلی ماشاءالله داری هیکلت، ولی باید ری تو خانواده ای که به خاطر هیکل دخترشونو بخوان بدن به تو. یعنی نمیای بگی اخلاق دارم، پول دارم، ماشین دارم، خونه دارم، مسئولیت پذیر هستم، میتونم یه خانواده رو اداره کنم، فقط لخ میشی. بابای تو وسط خواستگاری بهت بگه که خب پسرم ما چرا باید دخترمونو بهت بدیم، چیکار میتونی بکنی، همون جایی لخ میشی. بعد یهو بابای میگه دخترم چای بیاری سیکس پک داره، دخترمونو بهش بدیم. وقتی دوتامونم میخوایم تو آسانسور با آینه قدی عکس و فیلم بگیریم. نه اصلا حواسم به یه جو دیگه هست، حواسم مثلا پرتست. چی میگی؟ واقعا شرایط درست نیست. واقعا اون شرایط بهار بود، گفتم بهار رو انسان هم تأثیر میذاره. خب منم آدمم دیگه، رو منم تأثیر گذاشته الان، اصلا حواسم به چی میگی. تا 5 ثانیه اول ویدیو راستیه رو ندیدم، دختر راستیه رو، فقط چپیه رو داشتم میدم، خود دختر چپیه رو هم ندیدم.
چی؟ سنت 18 سال و ماشینت 20 میلیارده؟ سوال من اینه که فقط قدت میرسه به اون ماشین؟ من 18 سالم بود هیچی نگرفتن بودم. من چرا 18 سالم یه 18 سالی بازی یادم نمیاد؟ نه پشمام قطعا یه چیزی وسط گرفتن. خاک تو سرت کنن نیما جان. به منم ربط نداره ولی خب نظرمو میدم دیگه. بالاخره تو فضای مجازی پخش کردی که ما نظرمونو بدیم. ولی ببین وقتی 18 سال شدن میشه او که مثلا یه ماشین معمولی. این بچه اینقدر باور کنین چسبار میاد بهتون قول میدم. ما نمونهشو هم تو فامیل داریم هم تو رفیقا اینا دیدیم. اینقدر انو تو باسن نرو بار میاد اصلا نمیشه جمعش کرد. چرا؟ چون خودشو بالاتر از بچه‌هایی که اطرافیانش هستن میدونه و این باعث میشه که همون چسبار بیاد. ولی اگه اون ماشینو خودش با زور بازوش خریده باشه میتونه هم چسیشو بیاد هم گوزشو بیاد هم میتونه اصلا هر کاری بخواد میتونه بکنه. تازه به نظر من اون کارم فوله. شما هم نظرتونو بدین. شما ببینم هم نظرین با من. اگه هم نظرین که ببین یارو نیما هم نظرم باد یا مثلا نظری داری یه کامنت بذارین که نظرتونو بهم بگین. میدونی که همه کامنت‌ها رو میخونم. دیگه اصلا لازم نی بگم من تاکید میکنم روزی راحت 3 تا 4 هزار تا کامنت دارم میخونم. یه نه مثلا یه 2 هزار تا رو فیکس میخونم. اومده گذاشتی تو آب نمک ولی من بلال بودم خوشمزه تر شدم بده سیش. یعنی همه جوره باید ثابت کنی که یه اسکل مشنگی جون با اون مدل موت. من نمیدونم اینا از هیکلشون خجالت نمی از مرد بودنشون خجالت از هیچی. بیا برو بعدی نیما جان. متولد چه سالی؟ 83. دو تامون 83. 2 ساله که با هم دوستیم. از 16 سالگی با هم دوست شدیم. مجازی میره و یه 10 باری هم میشه اومد تهران از قزوین. من که به هم رسیدیم بالاخره دوری تمام جانم. چجوری اینقدر راحت میگیرین همه؟ خیلی راحته مثل اینکه من رو رلش موندم. چقدر میشه 83؟ من چرا نمیتونم استاپ کنم چند سال؟ بچه شما تو کامنت ها بنویسید چند. ولی خب بالاخره توی 83 چند میشه خدایا؟ نمیتونم استاپ کنم الان مغزم ریده با هم. چرا نمیتونم استاپ کنم؟ تو حالا هر چند سالش که میشه بچه‌ن اصلا قیافه داد میزنه بچه‌ست دیگه. مثل اینکه بچه‌ها بهار سال 1403 از اون بهارا راست که باید خشاب پر کنیم تو ماتحتمون. خشاب چی؟ کافور. بابا تو برو درس تو بخون اول ببین پاس میشی امتحاناتو بعد بیا ازدواج کن. چی میگه؟ میگه وقتی به هر کی میگم متولد 83 و میگه بهت نمیخوره. ناموسم بهت نمیخواد. 83 ها چرا اینجوری هن؟ چرا اینقدر بالا میزنن 83؟ چیکار میکنین؟ راحت 30 میخوره. الان شما بچه ها این دختر خانم رو میدیدین نمیدونستین چند سالشه میگفتین چند سالشه. حدس میزدین قیافه چند میخوره. بزرگترین دغدغتون توی زندگیتون چیه؟ بنظرم دختر سالم پیدا نمیشه. ما هرچی میگردیم هیچی نیستش. بله سر لوحه زندگیم شده. من فقط به اونی اعتماد میکنم که صدا میکنه پسرم. چی رو میخوره؟ یه دختری که هم خوشگل باشه هم کاراکتر خوب داشته باشه نه مثل دختری که اینجا. همه کلا دغدغه‌شون دختره. ایتور سانسور کن. من سطح دغدغه‌هاتون رو ریدم تو دغدغه‌هاتون. بعد اون مخوشگله میگه که مثل دختره اینجا نباشن. به من اصلا اینجوری نیستم ها بگم وای طرفدار دختران وای من طرفدار پسرام. من میگم جفت طرف باید آدم باشن. و این کسی که داره حرفو میزنه قطعا از آدمیزاد دوره. چون تو خودت هم تو اون مکانی هستی که میگی دختره اینجا بده. خب بعد بقیه چیه؟ میگه به نظر بنده از 10 تا دختر 8 تاشون چه در وصف این آقا پسره که دارن این گوه رو میخورن گوهایی که دارن میمالن صورتشون. خودتون یه جمله بگین ببین فوش آزاده دریوری آزاده هرچی دوست داشتین بهش بگین. چون دیگه اعصابم داره خورد میشه. خورد داره میشه که هیچ داره ریده میشه توش. من کامنت ها رو بخونم جیگرم حال بیادا. مشکل اینجاست که ما هنوز نحوه صحیح دستشویی کردن رو بلد نیستیم. اگر بگم نصف سکته ها و مرگ ها در دستشویی و یا بعد اون اتفاق افتاده واقعا اغراق نکردم. بابا عزیزم الهی خفیه یه ریده رو واسه ما بذاریم. یه ریده رو بذاری راحت برینیم. چی کپشن نوشه؟ شروع 17 سالگی. What the fuck. چی خوب عروسیته؟ الان عروسیته تولدته چی داستانی؟ بعد قیافت هم معلومه بچه سالی. ماشالله همه هم بچه سال. به
خوش باشین همیشه ماشاءالله. ایشالله که بچه ها همیشه خوش باشین، همین جوری بزنید بهتر کنین، حال کنید باز خودتون. ولی سوال من اینه که چرا 17 سالگیاتون اینجوریه؟ آخ ندیدم من. شما هم اینجوری تولد میگیرین؟ تولدتون عروسیتونه؟ اینقدر ارث خوردم دست چپم خواب می نکنیدم سکته میکنم. هیچی هم صبحونه نخوردم، نهارم نخوردم. آقا من هیچی ندارم، هر چی دارم از یه آقا. این مغازه هم خودش بهم داد، یه چند واحد هم بهم داد. الان اومده پیشم به میگه یه میلیارد تومن بدیدم برای شب عیده. چون احتمال داره به خاطر آهنگ پس‌زمینه کپی رایت بخوره، هی مجبوریم صدا رو این ور اونور بکنیم. خلاصش اینجوری شده که میگه من خودم هیچی ندارم، مغازه، خونه، ماشین بابام بهم داده و 1 میلیارد تومنم شب عیدی بهش داده. این یه تیکه ویدیو رو ببرین به مامان باباهاتون نشون بدین، مامان باباهایی که بچه های مردم رو میذارن تو سرتون، و بهشون بگین که مامان باباهای دیگران همین کارا رو میکنن. مامان باباهای دیگران ماشین 20 میلیاردی واسش میخرن، 1 میلیارد تومن عیدی میدن، مغازه، خونه، ماشین، همه چی میخرن. متوجه میشن مامان باباها نباید دیگران رو بزنن تو سر شماها. چه جوری مخت زده میشه؟ واسم خرج کنه. اون وقت خب تو چیکار میکنی؟ من باید کاری کنم، همین که تو زندگیش باشم کافیه. همین انا هستن پسرای ان باعث میشن راجع به همه دخترها نظر بدن دیگه. همین که هستم کافیه. همین که هستی خودش زجره. ببین من به پسراش میرینم، به دختراش میرینم، به هر کسی که کلن بخواد انبازی در بیاره میرینم. ما این همه دختر خوب داریم، این همه پسر خوب داریم، بعد عد این انا باید بیان وایرال شن. من ریدم تو این انا. تو گوز کدوم کونی الان مثلا؟ ببخشید من واقعا اصلا این دوتا سیمام خیلی وقت دیگه چسبیده به هم، جوش خورده. کی هستی تو اصلا طرف بخواد واسه تو خرج کنه؟ یه جمله هم بر وصف این خانم دیگه، بین دختر پسرها فرق نذاریم، به پسرها فوش میدیم، به دخترها هم که اینجوریان. من مطمئنم آخه دختره که چنل من هستن اصلا اینجوری نیستم. توفتون. چرا وقتی یه دختر بهتون میگه اولین بارمه باور نمیکنید؟ شاید امروز رو داره میگه. افکار منفی بریزید دور. سک دروه. این جمله رو از کجا آوردی؟ اون لبخندش خیلی دوست داشتم، به اون لبخنده خیلی خندم گرفت. تبریک میگم بر بار دوم. مادر و دختر با هم عروس شدن. یعنی آماده که برگردی؟ آها اون مادره، اون پشت اون دختره، بعد این دوتا پدر پسرن. ببینینشون چقدر عروسی. بابا این عروس عروس شده، بابا جان من عروس شده. یکم عجیب نی؟ چرا؟ این دقیقا همون تفاوت ویدیوهای سم اینستاگرام توی عید و قبل عیده. سال 1463 واقعا سال سمیه. همه زدن بالا، پدر پسر میره، خواهر دختر مادر میگیره، دختر خاله میگیره، دو تا دختر خاله رو با هم میگیره، 4 تا زن با هم میگیره، بعد لاغر میکن. اصلا خیلی عجیبه بابا. جلو بگیرین خود زیپ شلوار رو بدین بالا. خب داریم برمیگردیم به انسان‌های نخستین. هر کیو دید یه دونه بچه بذار. من چه اختلاف سنی با بهزاد 35 ساله. خب برای که اختلاف سنی کمتر به نظر بیاد، حالا میخوام برام یه کار خیلی شیک و خاص انجام بدین. اختلاف سنی 35 ساله؟ چطور شد؟ ممنونم سمیرا جون، دقیقا همون چیزی که میخواستم. دارم می فکر میکنم که این دختره مثلا قیافش نهایتا 20 سال داشته باشه. 35 سال اختلاف سنی داره، یعنی میشه 55 سالشه طرف. 3.5 اختلاف سن، کف حساب کردیم 20 سالش. این گیریم که 25 سالش باشه، یا خدا طرف 60 سالشه رسما شوگر. فردا تور آمریکامون شروع میشه. 8 کنسرت توی 2 هفته. همون 12 13 سالگی رو استیج بودم، چون سالها تو استیج بودم اون برام راحته. بچه اصلا کسی ایشونو میشناسه؟ توی کامنت ها بگین اصلا کسی اینو میشناسه؟ ابی 10 تا کنسرت تو 2 هفته نمیذاره، بعد کی میره کنسرت این؟ کسی اصلا این آهنگو شنیده بوده؟ بعد اصلا این شخص دیده شده بوده؟ جواب نه 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 نه، جواب سوال شما نه است. نه من اصلا نمیخوام بقیهشم ببینم حقیقتا، چون یه دونه نمونهشی دیدیم. مبارکت باشه. یه بچه بود که به نظرم به سن قانونی هم حتی نرسیده بود و یه ماشین هدیه گرفت تو جعبه چیپس. مبارکت باشه. من دیگه حرفمو قبلا زدم. یه کادو خیلی جذاب برای مشتری عزیزمون که عشقشون خیلی واقعیه. عشقشون خیلی واقعیه.
این حداقل 4-5 کیلو طلاه. بعد حالا یه سوال، اون گله رو نمیذاشتی نمیشد؟ حالا مثلا اون گله نباشه، مثلا دختره میگه نه اون گل نداره من قبول نمیم، 5 کیلو 10 کیلو طلاه. بعد برای عشق های واقعی، یعنی مثلا کسی که پول این هم چیزی نداشته باشه عشق واقعی نداره. نه مثلا جرئت ندارم اونو دست از دستم نمیتونم بگیرم اونو، یو بریزه تلاش قور بشه نصف پول رفته. یکی از مشتری‌ها اومده همچون موجودی داره. چند؟ من عددش هم نمیتونم بخونم. یه لحظه ببین. یک. اصلا نمیفهمم چقده. 96 میلیارد تومان. 96 میلیارد تومان. با 96 میلیارد تومان چی کار میشه کرد؟ بهتره سوال بپرسم با 96 میلیارد تومان چه کار نمیشه کرد؟ اگه کسی بتونه این جواب بده من پینش میکنم. دقیقه ویدیو رو بذارین بگین قشنگ بنویسین با 96 میلیارد فلان کارو نمیشه کرد. اگه واقعا با 96 میلیارد نشه اون کارو کرد من پینت میکنم. زن پنجم کارخونه دار بشهد. بچه من واقعا دارم تفاوت ویدیوهای اینستاگرام در عید و قبل عید و با پوست و استخونم حس میکنم. میز صندلی که جابجا نمیکنید خانومته. مبارکت باشه پنجمیش هم گرفتی و قشنگ معلومه 50-60 سال حداقل اختلاف سنتونه. نمیشه با یه نفر کارتون رو راه نمیاد که بگم. بعد جالبش اینجا اصلا اینجوری نیستش که الان مثلا فمینیستا بیان میگن وای حق زنا داره باطل، چرا زنا نمیتونن 10 تا شوهر کنن. ببین الان خود زنا راضی ان، یعنی الان ما توی کدوم این ویدیوها یکی دو تا زن گرفت یکی 4 تا زن گرفت، خود دخترا راضی ان. امیدوارم که به پای هم شما هم نمیدونم چی میخوایم بگیم، پیرشین چیزشین هر چی میخواین بشین مبارکتون باشه. شما حق ما رو خوردین دیگه، 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا میزنین دیگه، کوفتتون بشه کوفتتون بشه. من دیگه ادامه ویدیو رو نمیتونم ببینم اصلا. نه نه امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشیم و سم بدنتون اومده باشه به حد نصاب رسیده باشه. برای دیدن ویدیو بهتون میشم میگم دو تا ویدیو رو حتما ببینید. خیلی دوستتون دارم، عاشق تک تکتونم، ماچ به کله تک تکتون. تا ویدیو بعدی همینجوری شاد پر انرژی و خفن بمونید.